به فراخبر خوش آمدید در این برنامه. رقابت طرحسازی یا پراگندگی و تک صدایی، چرا در درون جمهوریت صفهای فراوانی ایجاد شده اند؟ نظریات به انشالله به یو طور از که نهایی شی او یو طرح به تکمیل شی او بیا به ترکیه در نشست پر آماده شی. چند حزب تأثیر گذار کشور که قرار است در کنفرانس ترکیه حضور داشته باشند با هم به صورت جمعی و مشترک کار میکنند تا دختر زراتشان نزدیک شود. در همین حال سیاستگران کشور میگویند که نشست ترکیه برای صلح افغانستان سرنوشت ساز خواهد بود. به نام خدا و درود بر شما. شورای عالی مصالحه ملی طرحی را برای نشست استانبول آماده می سازد. یک عضو رهبری شورای عالی مصالحه ملی می گوید که این شورا پس از به میان آوردن تعدیلات در بخش های شورای فقه، چگونگی تشکیل حکومت آینده، حقوق زنان و آتش بس در پیشنویس طرح صلح امریکا، آن را در نشست استانبول روی میز خواهد گذاشت. در همین حال شماری از احزاب به شمول حزب اسلامی طرح جداگانه ای را برای صلح در نشست ترکیه مطرح خواهند کرد. اما فراوانی طرحها برای صلح به معنای چیست و چرا اردوگاه های سیاسی زیر یک چتر بسیج نمی شوند؟ برای بحث بیشتر در این باره آقای شهزاده مسعود آگاه مسائل سیاسی و خانم شینکای کروخیل عضو مجلس نمایندگان افغانستان اینجا در استودیو با ما هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان به برنامه. خانم کروخیل با شما آغاز بکنیم. براستی در کابل در پایتخت در باره سال چی میگذره؟ میدانین چرا هر کس دارد بر تبل خودش میکوبد؟ به نام خدا، ما فکر میکنم که نشست ترکیه که زیادتر افغان ها هم انتظار از این دارد که اگر خدا خواسته باشد واقعا یک نشست با یک دستاورد باشد و بالاخره مردم افغانستان در این پروسه به شکل معنادارش داخل شود که تا یک راه حل به این بنبست مذاکرات دوحه که پیدا شده بسته بشه یک راه حل پیدا شود. درست. بدون شک حکومت امریکا طرح های مختلف را روان کرده و با مردم افغانستان به دستشان رسیده، هم از طریق تلویزیون و تلو و هم از طریق ادارات رسمی، که این به نظر ما بر کلگی یک نوع تشویش و نگرانی هم خلق شده. برای از اینکه معضله افغانستان معضله است که باید مردم افغانستان طرح خود را داشته باشند و راه حلش هم خودشان باید پیش بینی کنند. و فعلا که یک خاکه روان شدن و طرح های مختلف است و هر کس فکر میکنه که چطور بر موضوعات رسیدگی شود، تعدیلات کم و یا زیاد و یا تغییرات دو بیا که تا در مذاکرات ترکیه بالازی بحث صورت بگیرد. درست. اما آن چیزی که خیلی مهم است معلوم دار، ما احزاب سیاسی که تا حال دیده متاسفانه که در مسائل افغانستان و مسائل ملی خصوصا پروسه صلح که یک سرنوشتاز به تمام مردم افغانستان به اون شکل که واقعا به شکل ملی بیاندیشن و تمام خواسته های و نگرانی های تنظیمی و قومی خود را کنار بگذارن و بعد یک پلتفرم یا یک میز جمع شوند و ببینن که چی اما واقعا به نفع از این مملکت است که متاسفانه جمع نشه. و شما میبینین که حتی حزب اسلامی نظریات خود را دارد. درست. بله. حزب اسلامی کدام برای کدام مملکت دیگه میخواد طرح بسازه یا یکی برای مردم افغانستان برایشان مهم است؟ چیزی که خیلی مهم است اگر وزارت صلح این کار را میکنن که در ببخش شورای عالی مصالحه شورای عالی مصالحه صلح باید اونا واقعا نظریات مردم را بگیرن، برای اینکه نه حکومت و نه احزاب سیاسی نمیتونن که دیدگاه یک گروه کوچک را بتونن که برای استانبول به این طرح ببرن. سوالم اینجاست، چرا فکر میکنین کلانترین آدرس صلح در افغانستان فعلا شورای عالی مصالحه ملی است؟ بر اساس اون توافقنامه سیاسی میان ارگ و سپیدار ناکام بوده در گرد آوری دیدگاه های همگان در درون کشور، کم از کم تا با یک صدای واحد و بسیج شده و توافق شده بریم به نشست استانبول. تا جایی که ما خبر داریم چند تا طرح تا فعلا روی دست است. جمعیت اسلامی به رهبری آقای ربانی طرح جداگانه داره، حزب اسلامی طرح جداگانه داره، هر دو تا طرح مخالف هستند با طرح سپیدار و ارگ. رئیس جمهور طرح جداگانه ساخته، سپیدار طرح دیگری. اینو باید داشته باشن که احزاب خودشون اگر
در شورای عالی مصالحه هم ببینن تمام کسایی در اونجا جای به جای شدن که شکل بهشان تمایل داره و یا اینکه از گروپ های هستن که زیادتر مربوط گروپ های خودشان می باشن. اگر کدام مذاکره صورت بگیره شاید به گروپ هایی که مورد نظر خودشان هستند. به نظر ما، ما برای یک نظرخواهی بسیار عمومی ضرورت داریم. جوانان مملکت در کجاست، یا مثلا خانم هایی که قدر فعال هستند چقدر در موضوع داخل است، قربانیان جنگ چطور میشوند، قربانیان خانواده های ارگان های امنیتی چطور میشوند، سران قومی که خیلی مردمان ملی هستند اصلا کسی بر از او ارزش قائل نیست. ما فکر میکنم اگر قصر سپیدار تراجر میکنن، اگر ارگ جرگ میکنن و اعذاب که دیگه از القی کوچک خود برن، اگر واقعا اعذاب برای اجندای ملی داشته باشه، باید به مردم بسیار طایفای بزرگتر اونا باید بحث‌های داشته باشه تا در اخیر همه طرح‌های مختلف بالاخره با هم یک جای شود، چطور یک طرح واحد از او باید بره. اگر طرح‌های متعدد بره، مطمئن باشن که ما شاید بالاخره به یک طرح در اونجا به تفاهم برسن که اصلا به نفع افغانستان نخواهد بود. سپاسگزار آقای مسعود. خب فکر میکنین که مرجع تصمیم گیری یا طرح سازی از آدرس جمهوریت یا جمهوری اسلامی افغانستان کجاست؟ اگر شورای عالی مصالحه ملی است، چرا ما در آدرس های دیگر طرح های دیگر داریم؟ یک، و آیا خوشبین باشیم که با یک طرح واحد میریم به نشست استانبول، یعنی یک، دو، سه، چهار، پنج تا طرح روی میز نشست در استانبول گذاشته خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مینی صاحب سلام تاست، خور کرو خیل تا اوریدون کو تا سلامون اونی کیلی زما پان بانده. خو چیزت سبرا فکر کوم اصلا در سول در پروسه مدیریت د دو ډاکټر صاحبانو د موافقتنامې په اساس باندې د سولې مدیریت باید ډاکټر صاحب عبدالله په مخ باندې بولی وای، او د مصالحې ملي شورا یا عالي شورا باید افغانستان شموله وای، نه د دوو ټیمونو ترمنځ تقسیم. چې متاسفانه اوس داسې لیدل کېږي چې د دوو ټیمونو ترمنځ دغه د مصالحې عالي شورا تقسیم شوې ده. که چیرې د ډاکټر صاحب عبدالله دغه اوسنۍ طرحه چې استانبول په ناسته کې بیا وړاندې کی د ارګ سره په هماهنګۍ، د ارګ نه بیرون د سیاسي عذابو سره په هماهنګۍ، خو دا یو نیک اقدام زه بولم او په ځای یو غی بولم، اما زما د نظره نه په ډېره مشکله یي چې اول د ارګ او د سپیدادار په منځ کې داسې یو هماهنګي پیدا شي، او بیا بیرون د سیاسي عذابو، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلودله چې ځینې مشرانو دا اوس طرحې جوړې کړي دي. زه فکر کوم چې د موږ دپاره یو ډېر طلایي چانس ته د استانبول ناسته درست داسې یو طلایي چانس ته مینی صاحب چې تقریبا هغه د بون پخواني ناستې ته ورته یوه ناسته ده. دغې طلایي فرصت نه موږ په هغې وخت کې ښه استفاده کولی شو چې موږ حکومت جمع ټول سیاسیون په یو واحده ملي دیدګاه سره او په یو واحده طرحه سره دغې ناسته کې شرکت وکړو. غیر د هغې نه که موږ په پراګندګۍ سره په دې غونډه کې شرکت کوو، خدای مکړه خدای مکړه بیا به جهان په موږ بل رقم قضاوت وکړي، چې دا خلکو کې نه هماهنګي شته نه د سولې دپاره اراده لري. زه وایم چې دا یو ډېر تاریخي فرصت دی. دغې فرصت ته په استفادې حکومت جمن د دولت مخالفین چې طالبانو تحریک ده باید د خپلې خودخواهۍ د خودغیرضۍ نه باید تیر شي، او د افغانستان د خلکو هغه ارزو هغه ملي ګټې چې هغه څنګه تعریف شوي دي هغه په نظر کې نیولو سره د استانبول غونډه باید کامیابی در شلته. ولی چه چیزی این حلقه های درونی را آقای مسعود از هم دور نگه داشته؟ براستی تقصیر در کجاست؟ فکر میکنین که در حکومت پذیرش نیست، یا نه خیر سیاسیون تمایل چندان ندارند تا در گرد و پیش حکومت جمع شوند؟ طبعا دا کار خوب باید حکومت کرده وای. بله، دا د حکومت وظیفه وای چې ټول سیاسیون په خپل ځان باندې را جمع کړی وای، د سیاسیون په واقعي معنا باندې یو اجماع جوړه کړی وای. په دې شي کې خو متاسفانه حکومت پاتې راغی، اما بدبختانه چې په سیاسیونو کې هم بیرون داسې اتفاق نظر نشته ده چې په یو ملي طرحه باندې کار وکړي او حکومت هغه ورسره ومني. زه فکر کوم چې مشکلات یوازې په حکومت کې نه دي، بیرون په سیاسیونو کې متاسفانه شته ده. اما زما په آن باندې دا یو ښه تاریخي فرصت ده چې دا فرصت باید موږ د لاسه ورنکړو. فکر میکنین آخرین فرصت هم شاید باشه درباره صلح افغانستان؟ زه فکر کوم چې خدای مکړه ډېر بد قضاوت به نړیوال او خپله دغه ولس په موږ باندې وکړي چې دغسې یو فرصت ایجاد سه په استانبول ناسته کې. ګوره امینی صاحب، د استانبول په ناسته کې یو تفاوت دا موجوده، زه یو عرض ته وکړم.
چې دغه کې د منطقې د سیمې همسایګان ټول په نایز نظرونو شرکت پکې کوي. دا یو مسله. دوهمه مسله دا ده چې مخکې د استانبول د ناستې نه چې په اپریل کې کېږي وایي پنځم، خو زه فکر نه کوم چې پنځم کې دا ترسره شي، کېدای شي اپریل تر اخره پورې. دغه وخت نه په استفادې سره موږ باید څه وکړو؟ د جمهوریت لوری او طالب لوری، یو تعداد تخنیکی او سیاسی کسان باید په خپلو منځو کې سره کینی، یو سلسله مسایل باید راټول کړي او په هغې توافق وکړي چې د استانبول په ناسته کې دوی تقریبا زیات مسایل باندې توافق کړی. زما پیشنهاد دغه ده، هم جمهوریت ته هم طالب لوري ته، چې د اوسه نه دغه ټیمونه باید دوی وټاکي او دا ټیمونه هم باید افغانستان شموله ټیمونه وي. لکه مخکې چې خور ورته اشاره درلودله، د ځوانانو قشر باید پکې وي، د مېرمنو قشر پکې وي، د شهیدانو وارثین پکې، یعنی چې د افغانستان د خلکو د ارزو سره سم موږ یو دایمي او عادلانه سوله ته ورسیږو. سپاسگزار خانم کروخیل، فکر میکنین ملک ناتقسیم این گروه های سیاسی در درون کشور چی است؟ چرا اینا هیچگاهی با هم کنار نیامدن؟ چی چیز اینا را دور نگه داشته؟ خب به گفته آقای مسعود اگر 5 تا تر در استانبول گذاشته شود، شاید دنیا مسخره بکنه افغانستان را و سیاستگرایش را. خب ما همیشه بارها گفتیم، یک بار دیگه هم دیگه برنامه تکرار میکنم که احزاب سیاسی مملکتی که ما در زمان جنگ و میراث گرفته ایم و ساخته شد بیرون از افغانستان و با افغانستان داغ شد، فقط اجندا و استراتژی از فقط برای جنگ بود، نه بر آبادانی مملکت. وقتی به مملکت آمده ما دیدیم که به کدام سرنوشت دچار شدیم، تا اینکه گروه طالبان آمد و اونا را از قدرت برکنار کردن. فعلا هم اونا متاسفانه اجندای ملی بر نجات افغانستان ندارن. اینجا فقط کل تقابل به می است که چطور با بعض بیرونی ها کنار بیان که اونا رو باز اینا رو انتخاب کنن و اجندای دیگر رو در افغانستان اونا پیاده کنن. اگر اجندا ملی باشند، پس این حزب چرا با هم با کنار چی نمیگه یک جای نمیشه برای افغانستان مشترک یک ترجمه نمیکنه؟ از اینکه هر حزب یک اجندا جداگانه میسازه، چرا تمام احزاب با هم یک جای نمیشه و یک گروه تکنیکی رو تعیین نمیکنن که اونا یک مشترک یک چرا میداش؟ پس به معنی از اینکه ما انوس هم داریم یک اجندای ملی مشترک بین اعضا باشن وجود ندارن. و امره کوتاهی حکومت چقدر بوده یک اندازه من باید حکومت هم باید ملامتی های خود را داشته باشد. اما قسمی که جناب مسعود صاحب گفتند، حکومت شاید در بسیاری موارد ملامتی نباشند، از بس که حرص تنظیم های جهادی بیشتر است و فکر میکنه این دفعه ما کم گرفتیم، وزارت ما کم شد، سفارت ما کم شد، ولایت ما کم شد. یعنی وقتی که یک مملکت در یک بحران سیاسی و امنیتی و اقتصادی قرار داشته باشد، برای سران احزاب و سیاسی نیاز است که اونا جمع کنن، حتی کمک کنن که چطور حکومت از او بحران برد. متاسفانه نیاز زیادتر کوشش میکنن که حکومت چطور زودتر به یک پرتگاه سقوط برسن که درست. از بین برا برای زیاد فرصت داخل شدن در حکومت بیاد. درست، ولی همین حکومت هر دو تا مرجع هم ریاست جمهوری و هم شورای مصالحه، خانم کروخیل، تو هنوز هیچ جزئیاتی از طرحهایی که ساخته شده را به مردم ندادن. آیا مردم قرار است تصمیم بگیرند درباره سرنوشتشان یا نخیر چند تا مقام حکومتی و چند سیاستگر؟ شما میدانین هیچ چیزی از طرح 37 صفحه‌ای شورای مصالحه ملی یا طرحی که رئیس جمهور ساخته برای انتخابات زود هنگام در 6 ماه؟ ببینید، مردم افغانستان همین شکایتشان است. شما فکر نکنید که مردم شکایت ندارن. و از میان ما مثلا انتقادی که بالای مسکو داشته با دعوت کردن فرستادن دعوتنامه بر بسیار یک حلقه کوچک، و فعلا انتظار داریم که در ترکیه عین مسئله تکرار نشود. بر خانم ها کسی دعوت نداده بود. یک خانم هم که میره از 4 نفری که دعوت شده بود، حکومت باز یک نفر خانم ده او سهم خود روان میکنند. این خیلی مهم است. اگر در ترکیه هم اگر قرار باشه که صرف سران احزاب سیاسی جمع حکومت و طالبان بشینن، من فکر می‌کنم که اونا دارن برای یک معامله سیاسی میرسن، نه که واقعا ما برای یک سال میرسیم که مردم افغانستان دو نظر داشته باشن. در صورت که مردم پشتیبانی نکنه، چطور میتونن که یک سال پایدار در مملکت باشن؟ و به خاطر این ترکیه درست است که یک فرصت است. فرصت کلان خامی باشه که یک اجماع بین المللی، یک اجماع سیاسی بین المللی بین یا دیدگاه بین المللی با وجود بیاد. برای اینکه شما باید بفهمین این برنامه‌هایی که مسکو میسازه دیگه میسازه کلای اونا فقط زور خود را به شکل دیگه نشان میدن، چون که انوزم روس و چین و ایران و پاکستان مطمئن نیست که امریکا واقعا از افغانستان
میبرن. تا وقتی که یک زمانت برایشان یا اطمینان بر ازواد نشست ترکیه که وقتی که بین خود نشست دارن داده نشوند، شما باید بفهمین که پروسه صلح به هر قیمت که باشن سپلرهای صلح ایره تخریب خواهد کرد و در بین انتظار داریم که هم از حکومت افغانستان هم از قصر سپیدار هر طرح که بسازن تا که با مردم افغانستان شریک نسازن، من فکر میکنم به شکل یک معمای میمانن. وقتی که در اونجا افشا میشن مردم افغانستان از او حمایت نمیکنن و در اخیر روز من فکر میکنم به یک نتیجه نمیرسن. درست. آقای مسعود، اختلاف به نظر شما بر سر چی میتونه باشه؟ جدای احزاب و سیاستگرا که آقای حکمتیار و شاخه جمعیت صلاح الدین ربانی مخالف هستند با حکومت فعلی، حکومت نامشروع میدانن، قبول ندارن و انتقادهای خودش را دارن، ولی همین حکومت که از دو تا تیم ساخته شده بین خود هم اینا کنار نیامدن. ریاست جمهوری در برابر سپیدار، سپیدار در برابر ارک، اینا اختلاف فکر میکنین بر سر محتوای مسائل دارن یا نه خیر بر سر شکلیات و طرح‌سازی؟ مثلا آیا به نظر میرسه که سپیدار طرفدار یک حکومت انتقالی است که در طرح امریکا آمده، بعد ارگ مخالف چنین مسئله است که طرح جداگانه ساخته؟ اصلا مسئله پمده که در جناب مینیسه چه سپیدادار ده غنه دست مالی میگی موقف نه چه یو سلسله ملاحظاتو ده خلیزات طرح تایید کرده. بله. ارگ کاملا یو زن تایو طرح لری او طرح موازی شوله چه موگ پشپاگو میاشتو راتون که انتخابات تا ازیریو دا چه بوز دا انتخابات سمر عملی دی ندی عملی پا غیبان بیا خلق خق قضاوت که ولیش زه فکر کهوما چه کچهره مو حد اقل پا دی هم کامیاب شو چه دا ارگ و سپیدادار تر منز اما هنگی پیدا شی پا یو واحد اتر هبانده دا با هم یو پیش رفتی دا با هم یو پیش رفتی امینی سه مو متاسفانه داغ مشکلات لرو هم ده ننه لرو و هم بیرون لرو کاش که دغه ټول سیاسیون هم په یو واحده طرح باندې موافق وای. زه فکر کوم چې د افغانستان حالات ته په کتو سره نړیوال چې دا اوس تقریبا یو اجماع پیدا شوی ده او زه فکر کوم چې دا ځل د ملل متحد په مشرۍ باندې چې دا ناسته په ترکیه کې کیږي، ایران به هم منځ نظر شرکت کوي، هند به هم شرکت کوي. زه وایم چې دغه فرصت باید موږ د لاسه ورنکړو. دا فرصت که چیرې موږ د لاسه ورکو په خودخواهۍ په جاه طلبۍ چې د ما طرحه صحیح ده او دا طرحه صحیح ده او هغه طرحه صحیح ده، موږ به د دغې ملت مقابل کې بیا هېڅ ځوابګوی به نه وو چې ځواب ورته ووایو. لهذا ښه فرصت ده، دې فرصت نه په استفادې سره د دوی هم سره یو موټی شي، یو واحد موقع په یو واحده ملي دستګاه باندې دی لاړ شي په مذاکراتو کې د کښېني. او همدارنګه طالب لوری هم په کار ده چې د افغانستان د خلکو ارزوګانو سره سم په یو واحده ملي دتګاه باندې راشي په دې ناسته کې شرکتو کې چې تر څو موږ د دغې بدبختۍ نه خلاص امینی صاحب، تر څو چې موږ په دغې ملک کې اوربان ته نه و رسېدلي، موږ یو سیاسي توافق ته نه و رسېدلي، دا بدبختۍ نه ورکېږي. او دغه یو بهترین چانس ده چې دغې چانس ته باید په استفاده سره دواړه خواهې باید گذشت. نقش مردم دیده میشه یا هیچ نقش مردم تا فعلا کم از کم بازی نکردن یا نداشتن؟ جناب امینی صاحب، د موږ په خبرو باندې خلق قضاوت کوي، دیه که شک نشه چې څلوېښت کاله کېږي چې دا ملت قرباني ورکي. او اوس متاسفانه قربانیان ټول ملت ده، هغه په هر لوري کې کوي ملت ده. ملت خو چا نه دغه کولی، ملت سره خو حداقل چا مشوره نه ده کړې. زه ځکه وایم چې دغه ټیم چې د استانبول ناستې ته ځي، دا باید د ملت د ارزوګانو سره لاړ شي چې هغه د ملت ارزو پکې برآورده شي. که د ملت ارزو پکې برآورده نه شوه، د ملت د ارزو سره سم دلته دایمي سوله او عدالت تامین نه شو، دا بیا پایدار اصول نه در ډیر زر متاسفانه بیا متیږي. سپاسگزار. خانم کرو خیل، چگونه باید فهمید که از میان این طرحها کدام یک طرح درست و معقول و به منافع ملی و مردم افغانستان است؟ آیا مردم انتخابات میخواهند در شش ماه؟ آیا مردم حکومت انتقالی میخواهند که در طرح امریکاست و طرح آقای حکمتیار و صلاح الدین ربانی ظاهرا در کنار طرح امریکا همسویی دارند و موافق هستند؟ خب. پس سه تا طرح میشه یک سو، ارگ میشه یک سوی دیگر. اول خب خیلی مهم است که کل بزرگوارهایی که طرحهای خود را داشته باش دارن اونا را باید شریک بسازن، از هر طریقی از سوشل میدیا است، مطبوعات، رسانه ها، همه چیزی که هست اونا میتونن که شریک بسازن تا مردم را بفهمن که تا به نظریات خود شریک بسازن. نافهمیده نمیتونن که نظر دیگه ای که به نظر من که اینمی بزرگوارهایی که زحمت کشیدن این طرحها را باید به نظر من به خاطر منافع افغانستان با کل نظریات هم طرحها شریک شود تا ما بهترین از بین ازی شامل میشه که بعضی به هر کدامش یک بخش از خوب تر کار کرده باشند.
اگر به خاطر افغانستان باشه، بر خاطر مفاد تنظیمیشون باشه، مسئله جدا است. مردم افغانستان، ما براتون با اطمینان میگم که از حکومت انتقال هیچ نه طرفدارش است و شدیداً ترس دارن. در صورتی که ما تجربه کردیم که سیاسیون مملکت چقدر سر نتایج انتخابات با هم پیچیدن و درگیر شدن، چقدر در انتخاب کابینه مشکلات دارن، چقدر هر حزب و تنظیم و قوم و سمت و زبان جنجالای خود را داره، و ما زنا هم باز وقت میگم که کجا سهم زنا داره این. یعنی درست. حکومت انتقالی خودش یک دردسر و یک معضله دیگه خواهد باشند، در حالی که خود طالبان اگر فکر میکنن که اینا باز زمین اساسی میکنه برای آمدن طالبان، اصلا طالبان میگه که حکومت انتقالی به خاطر چیست. من فکر میکنم که هم بر طالبان باید فامانده شوان، هم بر بزرگوارایی که انتظار دارن که خودشان در رأس حکومت های انتقالی بیه، این به نفع افغانستان نیست. شاید هم معقول ترینش هم باشه که یک انتخاباتی که توسط بیرونی ها مدیریت شود، دیگه شو که با سرش انتقاد اعتراض هم نباشه. ترسی که ما داریم همی میگم که اگر برای کسی حکومت تسلیم شود، باز بسیار مشکل است که دوباره اونا را برای روانش را به طرف انتخابات تا حکومت هایی که انتخابی نباشند جوام گوام نخواد باشند و مردم چطور میتونن که اونا را باز از مقایچیشان پس کنن. یک گانه گزینه، گزینه شاید که در اخیر روز اما هر کسی که می از طریق انتخابات بیا و مددشان معلوم باشه و تا که پیش مردم بسیار حساب بتن و جوابگوی باشن. به هیچ صورت طرح حکومت انتقالی به نفع مملکت نیست، فقط به یک دربدری باشه در اجنده های استخبارات منطقه باشد که این بحران دیگر پیچیده تر بسازه و هیچ راه حل برشان پیدا نشه. تشکر آقای مسعود. خب ظاهرا تا اینجا آنچه که دیده میشه است که دو سه تا مسئله گذاشته میشه روی میز در ترکیه که کلانترین مسائل در کنار ارزش ها آتش بس، اینا نوعیت حکومت آینده و ساختار حکومت انتقالی میباشه و طرح برگزاری انتخابات. فکر میکنین که کدام یک هواخواه زیاد دارد و کدام یک مناسب است اصلا در شرایط فعلی، کدام یک صلح آور است؟ ز فکر کنم چه ورسته طرح چه خلیلزاد راوړل او د افغانستان جمهوری اسلامی دولت هم ورکړل، سیاسي اړخونه ته هم ورکړل، په دغه کې هغه د جمهوریت اصل رعایت شوی ده، به وجود چې یو دوره د گذار شته پکې، اما په نهایت کې موږ بیرته ځو انتخاباتو ته. د انتخاباتو خبره پکې واضح معلومه ده چې دا د دورې د گذار په آخره کې به موږ انتخاباتو ته ځو. زه وایم چې که چیرې موږ دلته سیاسیونو یا واحده طرحه جوړه نه کړله د یو واحدې دیدګاه نه، زه فکر کوم چې د هغې طرحه چې خلیلزاد مړندې کړې ده د هغې عملي کېدل ډېر زیات چانس لري. او چانس په دغه کې ده چې د افغانستان خلک امینی صاحب سوله ته عدلانه سوله ته ژمن خلک دي. هر هغه طرحه چې په افغانستان کې دایمي سوله راولي د جمهوریت اصل پکې مراعت کېږي، هغه د افغانانو دپاره قابل قبول ده. ولی تجربه حکومت های موقت و انتقالی اینا را رئیس جمهور چندین بار فشرده ساخته و میگن که تلخ بوده، چگونه یک بار دیگه بریم به همو تجربه؟ خب تجربه تلخ و کسی تکرار نمیکنه، اما به نظر ما اگر ایتو یک دوره گذار باشه که دستاوردهای 20 سال ما حفظ شوه و اصل جمهوریت او رعایت شوه و صلح دائمی در نتیجه از اون میایه، من فکر میکنم که همی فردا نشوه، همی کار امروز شوه. چرا که مردم افغانستان از جنگ خسته شده و خواهان صلح دائمی و صلح عدلانه است. تشکر. خانم کروخیل، از کجا تضمین بگیریم که بعد طالب میره به طرف انتخابات یا انتخابات را میپذیره اصلا اگر یک حکومت انتقالی به میان میایه؟ بله کل گپ سر عزیز که ما ببینین طرحی که دیگرا بر افغانستان بسازه او نسخه تکلیف یا امو تکلیف که در افغانستان است نیست. مردم افغانستان اگر پیشنهاد کرد، خب این حکومت موقت وقت شاید عملی می بود که در صورتی که دکتر صبغنی و تیمش آماده از این نبود که از قدرت کنار بروند، میگه خب ما حاضر هستم برن انتخابات برای پارتی خودتون مدیریت کنیم، ما کاندیدام نمیشیم و انتقال قدرت بگیرن. از خاطر این دیگه این معقولیت خود ندارد، هیچ ضمانت وجود ندارد و ما تجربه کردیم که ما گفتم که نتیجه انتخابات ما با کجا کشان که ما باید بتانیم که با تفاهم برسیم. و خاطر چی؟ آیا طالب اگر آمدن نستالب و تسلیم کردن نظام بر طالب باشه، پس به اداره معقد چرا؟ و چرا نظام ها تسلیم شود؟ من فکر میکنم که اونم یک انتخابات یک گانه گزینه که مردم افغانستان میتونن که به انتخاب خود برای کس رای بتن و بعد از او بسا حساب هم بگیره. سپاسگزار از حضور هر دو مهمان در برنامه و از شماهایی که ما را دنبال کردید. وقتتان بخیر.